با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جای هستین حالتون خوب باشه و خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می کنین. خب دوستان، وضعیت یه جوریه، هر لحظه که داره میگذره رژیم صهیونیستی بیشتر به فروپاشی نزدیک میشه. دوستان اینو من نمیگم، خودشون دارن داد میزنن. حالا در ادامه یه سری میزنیم به این رژیم و اوضاع ناجورش، اما قبل از هر چیزی میخوام این چند ثانیه رو با دقت تماشا کنین. بسیاری بر این عقیدن که آمریکا و اسرائیل نزدیک میشن به اینکه به نوعی برخوردی جدی شاید با ایران داشته باشن. من فکر نمی کنم که ایران به سمت بمب بره. بیشتر ممکنه که اتفاقی مثلا 84% غنی شده باشه اورانیوم. چطور ممکنه چنین اتفاقی افتاده باشه؟ من برداشتم اینه که این تعمدی نبود. در سال 2023 با این تورم و با این وضعیتی که در اقتصاد غرب هست که تو 40 سال گذشته بی سابقه بوده، امکان اینکه یک برخورد نظامی از طرف اینها شروع بشه، از طرف غرب شروع بشه، اصلا نمیده. مکانیزم ماشه از اون چیزهایی هست که مثل شمشیر همواره بالا سر این داستان بوده. به نظر شما چقدر احتمالش هست که با توجه به شرایطی که الان در کشورهای اروپایی میبینیم که اونها برن به این سمت؟ چنین کاری رو نخواهند کرد اولا. در ثانی مکانیزم ماشه امروز از اون قدرتی که سال 2015 برخوردار بود برخوردار نیست. به نظر من در شرایط فعلی اروپا به خصوص، باز دوباره من تکرار میکنم، با وضعیت اقتصادی که داره، اینها برای اینکه یک بحران جدیدی درست بکنن توی دنیا برن به سمت جنگ و بخوان این، برای اینکه مکانیزم ماشه یعنی دیگه تموم دیگه، یعنی متوجه. آخر کار دیگه. به هر حال بحثی هست که برای خیلی ها نگران کننده است، بحثی هست که احتمال جنگ درش میره. آقای عزیزی و آقای گوهرزاد، خود شما همه میگید که احتمال جنگ خیلی کمه، ولی ما از اسرائیل دیدیم کارهای که ممکن هست که اصلا بتونه فلج بکنه سیستم هسته‌ای ایران رو. یعنی داره خودشو میکشه بگه که اسرائیل و آمریکا به ایران حمله میکنن و خلاصه یه جنگ بزرگ در راهه. میبینین دوستان چجوری عقیده ها و افکار اربابشون رو دارن تو مخ مخاطباشون میکنن و میخوان با این بازی های رسانه‌ای مردم کشور رو به التهاب بکشونن. البته خب کارشناس برنامه هم پاسخ دندون شکنی واقعا داد به مجری که از این خبرها نیست. اگه هم قرار بود چنین اتفاقی بیفته سال 2015 میافتاد، الان به هیچ وجه جرأتش رو ندارن. حالا بریم جواب کارشناس بعدی رو در مورد این موضوع بشنویم که یکی از یکی دیگه دندون شکن‌تر. ایران به عنوان تنها قدرت منطقه غرب آسیا خاورمیانه، حالا بخوایم بگیم، دارای منابع عظیم انسانی، معدنی، جغرافیای طبیعی، عمق استراتژیک و مسائل فرهنگی و زبانی هست. مسئله هسته ایران میتونست از راه دیپلماتیک حل بشه. اسرائیل نقشش اینجا این هست که این مسئله از راه دیپلماتیک حل نشه و این مسئله به سمت نظامیگری پیش بره. میدونید که مسئول 16 نهاد اطلاعاتی امنیتی آمریکا طبق گزارشی که اخیراً مطرح کردن گفتن که نه، این اتفاقاتی که افتاد اصلا قابلیت تغییر نظام سیاسی ایران رو نداره و تأخیر در مذاکرات هسته‌ای با ایران صرفاً باعث میشه که دست ایران برای مذاکرات آتی پرتر بشه. من دیگه حرفی ندارم، فقط همینقدر بگم که به رفقا و آشناهاتون گوش زد بکنین که مخاطب چه رسانه‌هایی هستن. خب حالا بریم سراغ موضوع اوضاع اسرائیل. باید بگم که احتمال کودتا در رژیم اسرائیل بسیار بالاست. اینم خودشون میگن دوستان. به تازگی 100 نفر از یگان نیروی عملیات ویژه و 180 نفر از اسکادران نیروی هوایی از خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی انصراف دادن. همچنان همونطور که شما هم در جریان هستین، نیروهای شباک و موساد اعتراض خودشون رو به اصلاحات قضایی نتانیاهو ابراز کردن. تو ویدیو قبلی هم گفتیم که در آخرین مورد 37 نفر از خلبانان ذخیره از حضور در آموزش امتناع کردند. در همین زمینه ژنرال ژرشون هکوهین از مقامات ارتش اسرائیل نسبت به اعتراض نیروهای ارتش واکنش تندی نشون داده و این اقدام خلبانان رو نیمی از راه کودتای نظامی علیه کشور برشمرد. حالا این اوضاع رو در نظر داشته باشین دوستان، به این خبر دقت کنین. روزنامه اسرائیلی تیتر زده که وعده باکو به اسرائیل برای کمک حمله به ایران. روزنامه اسرائیلی هاارتس امروز خبری رو با این عنوان منتشر کرده و گفته که جمهوری آذربایجان به موساد اجازه داده تا شعبه‌ای برای نظارت بر آنچه در ایران در حال وقوع است ایجاد کند. این نشریه در ادامه هم اضافه می‌کنه که آذربایجان حتی فرودگاهی را برای کمک به اسرائیل در صورت تصمیم به حمله به تأسیسات
مقررات هسته‌ای ایران آماده کرده. اولا باید بگم که بر فرض محال اگر همچین خطایی از آذربایجان صورت بگیره، اون وقت به نظرتون ایران هم میشینه و نگاه میکنه؟ به نظرتون دیگه بعد از این اتفاق کشوری به اسم آذربایجان وجود خواهد داشت یا اسمش چیز دیگه ای میشه؟ لازم به ذکر که ایران طبق گفته مسئولین فعلا درگیر معادلات بسیار بزرگتری هست در سطح جهانی و همطور که بارها تاکید شده ایران همین الانش هم نفوذ بسیار گسترده‌ای در لایه‌های آذربایجان داره و قبل از انجام این اقدام این عملیات در نطفه خفه خواهد شد. دوستان تاکید میکنم که همه اینا سناریوهای بر فرض محال هست، دیگه خودتون کامل در جریان اوضاع رژیم صهیونیستی هستین. حالا در همین راستا بریم این چند ثانیه رو با هم دیگه ببینیم. خود موشک بالستیک که اصطلاحاً بعد از پرتاب دیگر هدایتی نداره، کنترلی نداره و خودش میره به هدف میخوره، تبدیل این به نقطه زن باز در کشورهای اندکی صورت گرفته، چون این در فرود خب سرعت بسیار بالایی داره و طبیعتاً دقتش به علت اینکه هدایتش به طرق خیلی سعی میشه ارزان قیمت انجام بشه و خلبانی نداره کار سختیست. این کار قبلا انجام شده به کارگیری این علیه کشتی که در حال حرکت هست، یعنی وقتی موشک شلیک میشه تا وقتی که به هدف میرسه این کشتی چندین کیلومتر جای خودش رو تغییر داده. در تست های اخیر ما به نتیجه رسیدیم که کشتی در حال حرکت هم توسط موشک بالستیک زده بشه. یه موشک بالستیک فوق خفن و بسیار دقیق قراره که به کاتالوگ موشک های بالستیک ایرانی اضافه بشه. حالا در راستای فروپاشی رژیم صهیونیستی آقای کنعانی هم واکنش جالبی داشته و در پی گندگویی های اخیر نتانیاهو و رفقاش آقای کنعانی گفته که کتمان حقایق کمکی به نجات رژیم صهیونیستی از سرنوشت فروپاشی نخواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رژیم آپارتاید اسرائیل مدت هاست درگیر نزاع سیاسی، آشوب، اردوکشی خیابانی و بحران داخلی است، گفته که کتمان حقایق کمکی به نجات رژیم از سرنوشت فروپاشی نخواهد کرد. همه چی واضحه دیگه دوستان و شواهد و قرائن هم دارن همین مواردی که آقای کنعانی گفت رو به وضوح نشون میدن. خب حالا در ادامه بریم یه سری بزنیم به نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و صحبت‌های گروسی در مورد غنی‌سازی ایران که گفته کارهای مهمی با ایران پیش رو داریم. اما قبلش اجازه بدین یه خلاصه ای از تماس تلفنی پوتین و آقای رئیسی بهتون بدم. شبکه راشا تودی از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و روسیه خبر داد و نوشت که طرفین اشتراک نظر داشتن که روابط ایران و روسیه به نحو مثبتی در حال توسعه است. در این گفتگو همچنان مسائل مرتبط با همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین راستا معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور طی توییت اعلام کرد که در تماس تلفنی آقای پوتین با آیت الله رئیسی ابتکارهای توسعه ترانزیت بررسی شد. همگرایی اوراسیایی مرحله دوم سیاست همسایگی رئیس جمهور است که از ابتکار کمربند راه چین تا کوریدور شمال جنوب با روسیه را شامل می شود. هدف افزایش رشد اقتصادی کشور و تقویت جایگاه ایران در ژئو اکونومی جهانی است. خب عرض شد خدمتتون که مدیر کل آژانس انرژی اتمی در نشست شورای حکام در مورد ایران گفته که بعد از رایزنی هایم با معاون رئیس جمهور ایران به توافقی برای دادن اجازه به آژانس جهت انجام تدابیر راستی آزمایی و نظارت دست پیدا کردیم. در ماه ژانویه در مرکز غنی‌سازی سوخت فردو ما ذرات اورانیوم غنی شده در فراتر از سطوح اعلام شده توسط ایران را یافت کردیم. آژانس و ایران رایزنی های فنی برای شفاف سازی کامل این موضوع را آغاز کردند. همراستا با بیانیه مشترک من منتظر تعامل‌های فنی فوری با ایران مطابق توافقات هستم. کارهای مهمی پیش روی ما قرار دارد. اقدام می‌کنیم علیه اون مسائل سیاسی که در پشت پرده ممکنه وجود داشته باشد. بنابراین اگر شما از من بپرسید که از من بخواید، من می‌گم که من دوست دارم هفته آینده اصلا ماجرا حل بشه، ولی خب این مسئله زمان می‌برد. همونجور که من به سوال قبلی هم داشتم پاسخ میدادم در خصوص حالا سه مکان مختلف، مسائل مختلفی که ما با اون مواجه هستیم، پروسه ای که هست این هستش که باید خیلی جدی باشد، سیستماتیک باشد. و ممکن است حالا این در راستای
اون تقویم شورای حکام باشد. من امیدوارم که اینجور باشه قبل از نشست بعدی ماجرا حل و فصل بشه. من نه خوشبینم و نه بدبین. نه خوشبین نه بدبین. من میخوانم و میبینم اون چیزهایی که گفته شده است. در این پروسه اگر من هدایت بشوم توسط رسانه ها یا بیانیه ها، بله این بیانیه هایی که در ایران صادر شده، من با اونها صحبت کردم، با رسانه ها صحبت نکردم. من اون چیزی که برام مهم است اون قول ها و وعده هاییست که در مسائل سیاسی و در جلسات گرفتیم. بیانیه های رسانه‌ای برای من ارزش ندارد. وقتی که اونها به من میگویند که کار رو نمی کنن، من به اون چیزی که اونها در جلسه گفتن اعتماد میکنم و با اون با جدیت به نگاه میکنم. من هدایت نشدم و اینکه یه پروسه جدید نیست. بالاخره بعد از چند توافق که ما داشتیم میدونیم که در واقع اون مسئله است. من که خیلی خوشبین باشم، نه اصلا خوشبین نیستم، من تلاش میکنم که واقع بین باشم و میدونم که این مسئله خیلی مهمن. من تلاش میکنم که این نتایج رو به دست بیارم. بنابراین میتونم بگم که من در واقع قانع شدم و اون چیزهایی که میخواستم رسید، راضی هم از اون چیزی که رسید است که یک سری از مسائلی که میخوام انجام بشم. بله ما داریم با احتیاط قدم میزنیم، با احتیاط گام برمیداریم و گام به گام، مسئله به مسئله. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست خبری در واکنش به اظهارات نتانیاهو هم که گفته بود در دفاع از خودمون به ایران حمله میکنیم، گفته که من حقوق بین الملل رو تکرار کردم، ما هر گونه حمله به نیروگاه ها و تأسیسات هسته‌ای را محکوم میکنیم. من طی چند سال اخیر همیشه درهای دیپلماسی را باز نگه داشتم. خیلی ممنون و متشکرم عزیزان که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین و سعی کنین که این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.